درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. تجاوز روسیه به اوکراین تنها خوشخیالان گلوبالیست اروپایی رو از خواب گران نپروند و راهبردهای امنیتی اروپا رو دچار آشفتگی نکرد، بلکه نظم کنونی جهانی رو نیز چنان دچار پریشانی کرده که ادامهش با ساختارهای کنونی غیر ممکن شده. این دگرگونی ها که بیانگر تحولات بزرگی در نظام بین المللی خواهد بود، نشان از نظم تازه‌ای داره که حاصل آن دنیایی متفاوت از دهه های گذشته خواهد بود. عصر جهانی شدن اگرچه پایان نیافته و به این زودی ها پایان نخواهد یافت، ولی دستخوش تغییرات مهم و ریشه‌ای خواهد شد. از اولین تغییرات نظم بین‌المللی کنونی، دگرگون شدن توازن قوا و پررنگ شدن دوباره نقش آمریکا و متحدانش به عنوان قدرت تنظیم کننده جهانیه. البته آمریکا با برتری الگوی نظم لیبرال و ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های بنیادی همواره بزرگترین و پرنقش‌ترین قطب نمای نظم جهان بوده، ولی این نقش موازنه دهنده در دهه‌های اخیر با جابجایی دوره‌ای رئیس جمهوری و پیشی گرفتن یک حزب بر حزب دیگه سست شده و آسیب‌های فراوانی دیده بود. به رویداد اوکراین در ارتباط با ایران باید از دو منظر تهدید برای جمهوری اسلامی و فرصت برای براندازان نگریست تا بتوان با شناخت امکانات و چالش‌ها به درک واقع‌گرایانه و معقولی از محیط منطقه‌ای و بین‌المللی رسید. در پرتوی دگرگونی‌های تازه در جهان، میشه گفت که سال 2022 به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ثبت خواهد شد. ما هنوز به درستی ابعاد اون رو نمی‌دونیم، اما برخی چیزها رو میشه مشاهده و حس کرد که جهان تازه دیگه جای امنی برای اقتدارگرایان و رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی نخواهد بود. برای رژیم از نفس افتاده اسلامی که نه هم پیمان استراتژیک داره و نه همراه ایدئولوژیک، با منزوی شدن اربابش، فضای مانورش در برابر کشورهای غربی بسیار محدود و رجزخانیش در برابر کشورهای منطقه بسیار شکننده و سست خواهد شد و با چالش‌های بیشتری در راه اعتمادسازی و چانه‌زنی روبرو خواهد شد که مناسباتش رو دچار دست انداز خواهد کرد که به شکل شکاف بیشتر در درون حاکمیت و نهادهای نظامی و ناتوانی در برابر خشم و اعتراضات مردم تجلی خواهد یافت. کنشگران سیاسی و جامعه مدنی ایران در جهان در حال تغییر امروز پشتیبانان بیشتر و تازه‌ای خواهند یافت و سرکوب اعتراضات مردمی دیگه به آسانی گذشته امکان پذیر نخواهد بود. انزوا و ناتوانی روسیه دیر یا زود به متزلزل شدن مستعمره شیعش منجر خواهد شد که همه رویاهای رهبر ابله جمهوری فاسدان و جاهلان رو با اقتصادی که به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و تاراج منافع ملی به جاده خاکی زده به کابوس تبدیل خواهد کرد. گلوبالیسم به اصطلاح، به عنوان یک اصطلاح، بعد از همین عصر بحران نفتی پیش اومد. اکثرا میگن آقای دیوید راکفلر دنبالش بود. به هر حال دیوید راکفلر یک کنسرسیوم قدرت بود در دنیا. هر سال وقتی می رفتن کنفرانس بیلدربرگ، نماینده های این سوی دنیا رو دوستان آقای راکفلر تشکیل می دادن. بعد از اون بر آقای روتشیلد آدماش رو می آورد، با هم جلسه می کردن، برنامه می نوشتن. هیچ کس هم نمی دونست در پشت اون درهای بسته چه صحبت هایی شده. حالا 3-4 سال بیلدربرگ یک صفحه اینترنتی زده به شما یه اطلاعاتی میده. اون موقع به قدری پنهان بود که من مجبور بودم حداقل 20 تا سر بزنم تا بتونم یک ورقه پیدا کنم چه کسانی شرکت کردن. همینجوری که وقتی 1991-92 دیدم یک آقای به اسم دکتر محمود سریع‌القلم شرکت کرده از ایران. همین محمود سریع‌القلم رئیس حلقه نیاوران بود که همین آقای روحانی رو بر سر کار آورد. اوکی؟ بله. بعد آقای سریع‌القلم کات شد،
حالا آقای کریم سجادپور میره با خانم سنم وکیل. دنیا بعد از جنگ دوم جهانی به شکلی بود که شما همیشه باید دو قطبی نگاه میکردید. وقتی شوروی افتاد، بهترین فرصت برای این لیبرال های به اصطلاح چپگرا یا دموکرات بود که دنیا رو تبدیل کنن به یک به اصطلاح بازار مکاره جهانی. اونها معتقد بودن مرز ارزش نداره، فرهنگا جدایی از هم نیستن، میشه همه رو در یک بازار جهانی ردیف کرد. عقیده‌ای که درست برعکس عقیده‌ای که امروز آقای ترامپ میگه، میگه نه، گلوبالیزم ملت‌ها رو میبلعه، ارزش‌های ملیت رو از بین میبره. هر سرزمینی خصوصیات خودش رو داره، فرهنگی، تاریخی، تمدنی، هر چه. بنابراین الان یک گروهی اومدن که شما بریت اگزیت رو هم در انگلیس دیدید، الان هم میبینید که اکثر کشورهای اسلاف در مقابل گلوبالیزم ایستادن، حتی مهاجر نمیپذیرن. چرا؟ معتقدن که این طرح، حالا میگن آقای جورج شوروش، ولی نه، یک آقای بود به اسم کارلیگ، این طرح از 1932 نوشته شده بود که باید اروپا را از حالت کلوب مسیحیت در آورد، همه رو با هم قاطی کرد، که دیدید شد اروپا به جای اروپا. بنابراین ما به مرزی رسیدیم که یک جنگ پایاپای ناتمام بین گلوبالیستا و ناسیونالیستا یا پوپولیستا ادامه داره، که اگر آقای ترامپ بتونه در مقابل اینا بیسته، باید بگید بعد از پروموتئوس قوی ترین آدمی است که در دنیا اومده، چون بسیار دشواره با این شبکه گسترده گلوبالیستا مقابله. سابیالا نورا، برید زندگی فلورانس رو بخونید، چگونه فلورانس با اون خانواده مدیسی یا مدیچی سقوط کرد به دست یک کشیش دیوانه، و بعد چگونه اون مردم با تقویت شخصیت های مثل رافائل، یک جوان 21-22 ساله آمد و روی دیوار واتیکان به جای اینکه عکس به اصطلاح مقدسیون یا تقدسیون رو بزنه، آمد مکتب آتن رو نقاشی کرد. هرچه فیلسوف بود، ارسطو و افلاطون با هم وارد سالونی میشن که در اونجا زردشت هست، آخلابدیس هست، همه فیلسوف ها هستن، و با این روحیه اروپای قدیم و به خصوص فلورانس و ایتالیا رو تغییر داد. ما هم بایسته، من الان 30 ساله، چه در رادیو، چه زمانی که مجله داشتم رایگان، چه در تلویزیون گفتم، ما بایستی با شیوه فلورانس ایرانی پیش می رفتیم، چون نمیشه یک شبه مردم رو از چنگ این خرافات نجات داد. شما فردا کودتا بکنید، رژیم رو عوض کنید، حداقل 20 سال گرفتاری دارید که این مردم رو با دنیای متمدن آشنا کنید. ببخشید من اینو میگم، ولی آنچه که من از نوشته ها و گفتارا میشنوم گاهی وحشت میکنم. پریروز یک دوستی به من از ایران نوشته بود در فیسبوکم، هرگز به ایران نیا، چرا که دیوانه خواهی شد. همین سال، یعنی ما باید برگردیم به هویت خودمون. من که نمیرم، به خاطر اینکه من از پرواز میترسم. با کشتی با هم بریم. ما برگردیم به هویت خودمون و اینکه خرافات رو برطرف بکنیم در بین مردم، میشه همون روش فلورانسی که شما میگید. ببینید، ما مسلمان بودیم، من در مدرسه ای درس خوندم در آبادان که بغلش مسجد بود، اذان میخوند. در اون مملکت بهترین دوستای من مسلمانم، من همسر دومم مسلمان بود. اوکی؟ بله. این اسلام نیست که به شما تحمیل شده، این خرافاته. چرا؟ آقای خامنه ای چطور رهبر یک کشور اسلامی که میلیون ها دلار یا میلیارد ها دلار چپاول کرده اون مردم ها. این چه کشور اسلامی که تمام این دایناسورهایی که در شورای چی میگن نگهبان نشستن یا خبرگان، همه دوزای شماره یک و قهار اون سرزمین هست. آخه مگه میشه همه شدن عالی جناب و آقازاده؟
امکان نداره. این دین نیست. من نمیگم، من اصلا خودم آدم دینی نیستم، ولی با دین دعوا ندارم، جنگی ندارم با دین. هر کس میتونه دین خودشو داشته باشه. من دنیا رو رفتم، من در اسرائیل جایی استاده بودم که دیوار نطفه بود، مسجد الاقصا بود، کلیسای نمیدونم، میگفتن عیسی مسیح اونجا اولین بار سرشو گذاشته بود دیوار. هیچ کدومم سر نزدم، ولی دیدم چطور میشه. ما رو آوردن تبدیل کردن به یک ملت زامبی. اوکی؟ حالا میخواید نجات پیدا کنید، مردم رو بارور کنید، به جای اینکه برید سلاح هسته‌ای درست کنید و خنی سازی کنید، مردم رو از نقطه نظر فرهنگی و خرد، خرد مهمه نه سواد، خرد، باربرشون کنید، حتما برنده خواهید شد. نماینده زن اوکراینی که عکس او با اسلحه کلاشینکوف خبرساز شد اعتراف کرد و گفت الان زمان بسیار مهمیه، چرا که ما میدونیم نه فقط برای اوکراین بلکه برای نظم نوین جهانی میجنگیم. поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. به دنبال این پرسش ها باید بریم و تحقیق کنیم. چرا دولت پشت پرده آمریکا، جورج سورس، اوباما، گروه داووس، سازمان ناتو و دیگران صدها میلیارد دلار در آزمایشگاه‌های زیستی سطح 4 در سراسر اوکراین سرمایه گذاری می‌کنند و چرا اینها فقط برای ایالات متحده و تعداد کمی قابل دسترسیه؟ چرا بیل گیتس درباره یک ویروس بسیار خطرناک در آینده خبر می‌داد؟ از کجا میدونست؟ I personally investigated the Oklahoma City bombing case. رئیس سابق FBI میگه تمام اتفاقات مهم جهان رو شخصا بررسی کردم، مانند ترور جان اف کندی، ترور بابی کندی، مرکز تجارت جهانی و تمام اینها توسط بیلدربرگ، گلوبالیست ها و جنبش شیطان پرستی پشت این اتفاقات هستند و به بهانه تروریسم آزادی شهروندان جهان رو سلب کردن. روزهایی که خدای تبارک و تعالی برای تنبیه ملت‌ها یک چیزهایی را وارد می‌کند، یک زلزله‌ای وارد می‌کند، یک سیلی وارد می‌کند، یک طوفانی وارد می‌کند که شلاق بزند به این مردم که آدم بشید، این هم یوم الله هست. چیزهاییست که به خدا مربوط. معروفه که یک روز سفیر انگلیس در دهلی از مسیری در حال گذر بود که یک جوان هندی لگد به گاو زد، گاوی که در هندوستان مقدسه. سفیر انگلیس پیاده میشه و به سوی گاو میدوه و گاو رو میبوسه و تعظیم میکنه. بقیه مردم حاضر که میبینن یک غریبه اینقدر گاو رو محترم میشماره در جلوی گاو سجده میکنن و آن جوان رو به شدت مجازات میکنن. همراه فرماندار با تعجب میپرسه چرا این کار رو کردید؟ فرماندار میگه لگد این جوان آگاه میرفت که فرهنگ هندوستان رو هزار سال جلو بندازه، ولی من نذاشتم. انسان گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم نداره و غم نان اجازه نمیده که انسان به تماشای جهان بنشینه، در زندگی عمیق بشه، کتاب بخونه، یاد بگیره و آگاهیش رو بالا ببره و به جهان اطراف خودش بیاندیشه. آدمی در نتیجه زندگی فقیرانه پا رو فراتر از جهل نمیذاره. به همین دلیله که گرسنه نگه داشتن اکثریت ملتی ضامن بقای طبقات حاکم است. چیزی که با فقر یک جا جمع نمیشه آگاهیه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.